درود بر شما هنرجویان عزیز امیدوارم که حالتون خوب باشه موکاظمی هستم تو کلاس امروزمون در رابطه با آکورد های گام ماژور براتون صحبت میکنم خب همونطور که در،, در بالای صفحه میبینید من یه گام ساده ماژور دو ماژور براتون نوشتم از هر درجه از گام من آکورداشو براتون نوشتم یعنی این فرمول گام فرمول آکوردها برای گام ماژور یعنی اگه شما یک گام ماژور داشته باشین هر گام ماژوری این فرمول ماژور مینور مینور ماژور ماژور مینور دیمینیش رو زیر نوتاش بذارین مشخص میشه که آکوردای اون گام چی هستش پس از درجه اول گام که خود گام ازش شروع شد اگه بخواید آکورد بسازیم ماژور میشه برای مثال اگه دو میشه دو ماژور نوتاش همین تاست دو می اگر از درجه دوم بخواید آکورد بسازیم باید مینور باشه آکوردش میشه ر فا لا ر مینور از درجه سوم بخوایم بسازین آکورد می مینور تو این گام و نوتاش هستش می سول سی از درجه چهارم میخواین آکورد بسازین آکورد ماژور میشه و اینجا فا داریم میشه فا ماژور فا لادو از درجه پنجم میشه سول سول ماژور سول سی ر از درجه ششم لامینور لا دومی از درجه هفتم دیمینیش میشه سی ر فا پس این فرمول شما حفظ کنید زیر نوتای گامتون قرار بدین و آکورداش مشخص میشه اگر توجه داشته باشین آکوردهایی که ما توی شما توی تصویر میبینین نوتهاش خارج از نوتهای گامتون نیستش و نخواهد بودش شما هر گام دیگه یا انتخاب کنید دو دیز ماژور هر گام دیگه ر ماژور نوتاش از داخل همون گام ساخته میشه و تو درس های گذشته شیوه ساخت آکورد های میلور و ماجور و آکورد های سه صدایی و معکوسشون و مخصوصا برای کسی که میخوان گیتار کار کنن و تو ویدیوهای سابق من درست کردم میتونید برید ساختار فرمولی که چطور این فاصله بین این سه تا نوت هستش رو یاد بگیریم به صورت آکادمیک و من همیشه سعی کردم که در اندازه یک برد تمام اون مبحثو به شما بگم شما رو توی وسط یه چیز قرار ندارم که یه چیز از یه مبحث بگم مبحث دیگر رو شما برین خودتون سرچ کنید یا پیدا کنید تمام مبحثی که الان مثلا راجع به آکورد گام ماژور تو همین فرمول خلاصه میشه و من در نهایت اینجا برای شما به عنوان چاشنی کار آکورد های 7 رو مثال زدم که تو آکورد های 7 من تو ویدیوهای آتی یه ویدیو مخصوص آکورد های ساختن آکورد های 7 توضیح خواهم داد ولی تو اینجا من فقط خواستم یه اشاره ای کنم که اگر قرار باشه که از همین نوت های آکورد 7 بسازین چیزی قرار نیست عوض شه فقط درجه هفتم به این آکورد اضافه میشه پس برای مثال من با رنگ های متفاوت نوشتم که اینجا براتون یه سری نکته رو مشخص کنم اگر درجه اول بخواید آکورد 7 بسازی ما اصطلاحا بهش میگیم که میج 7 یعنی یه میج میذاریم بعد 7 رو میذاریم و قبلش اسم آکورد رو می برای مثال اینجا میشه C میج 7 از درجه دوم که آکورد و مینوره میشه مینور 7 درجه هفتم کوچک بهش اضافه میشه ولی تو قبلی درجه هفتم بزرگ استفاده میشد و تو آکورد بعدی که مینور هستش یا آکورد مینوری که درجه هفتم کوچک بهش اضافه شده درجه چهارم دوباره فرمولش مثل درجه یکه که چون فاصلش درسته و ما میج 7 استفاده میکنی پس یه آکورد ماژوری که درجه هفتم بزرگ بهش اضافه شده اما درجه پنجم متفاوت ترین درجه توی گام هستش که بهش میگیم دامینانت و اینکه یه آکورد ماژوری که درجه هفتم کوچیک بهش اضافه میشه برای همین ما نمی نویسیم میج 7 همیشه می 7 بعد توجه داشته باشین که وقتی با های دیگه میخواین صحبت کنید یا پارتتون رو می‌خواید بنویسین وقت فرق این دوتا آکورد رو با هم بدونید. آکورد میج 7 با آکورد 7 فرق میکنه. درجه ششممون هستش می آکورد مینوری که درجه هفتم کوچک بهش اضافه شده و همچنین دیمینیش آکورد مینوری مینور دیمینیشی که درجه هفتم مینور کوچک بهش اضافه شده. این تمامی چیزی که شما باید راجبه یک گامی که آکورا دلش تشکیل شده رو بدونید و تو این بورد هستش در ویدیوهای آتی من راجبه مختص راجع به آکورا 7 و نحوه کاربرد آنها براتون ویدیو خواهم ساخت به زودی خیلی زود امیدوارم که این کلاس براتون آموزنده باشه همیشه برقرار باشید